67. اومد. 67. آقا جهان، گرنو کجاست؟ امروز مرخصیه. کی بهش مرخصی داد؟ خواهرتون. خب ولی چند هفته بود که تو مرخصیش هم اینجا بود. خب چرا الان نیست؟ آخه نامزدش هم امروز نیست، رفته مرخصی. حتما با همدیگه رفتن یه جایی. گلفام خانم، گلفام خانم، جهان زد شکوند، یعنی بعدش همونطوری هم میخکوب شد. چی میگی تو؟ یعنی چی میخکوب شد؟ میخکوب شد دیگه. جهان، جهان، فوراً شیشه ها رو جمع کن. جهان، جهان، من اومدم. جهان، جهان، میخوای بلند شو خالد شیشه ها رو از رو زمین جمع کنه؟ میخوای حرف بزنیم عزیزم؟ جهان، ازم عصبانی میدونم، دلیلشم میدونم، اما این بهترین کاره. اونا در حد ما نیستن جهان. باید زودتر از شر این عشق خلاص بشی. اون دختر مناسب تو نیست. گلفام خانم، به این دختر زنگ بزن بگو بیاد. ولی گلفام خانم، گفتم همین الان. پنج دقیقه. حالا فهمیدی که چرا میخواستم باهات حرف بزنم؟ ببینین، من تو اینکه ذات برادرزادتون خوبه شکی ندارم، اما نمیخوام قلب خواهرم هم بشکنه. میفهمین که قنچه نه اونطور که مادرتون فکر میکنه یه پول پرست بی احساسه، نه اونطورم که برادرزادتون فکر میکنه یه آدم معمولی بی ارزش. خب دیگه من برم، تو هم مرد رو بیشتر از این معطل نکن. خالده جادوگر خانم، خالده جادوگر خانوم، خالده خانوم، اوف. بله خالده خانوم. گلرو، خالده خانوم چه خبره؟ گلرو همین الان بیا، آقا جهان حالش خیلی بده. خیلی خوب، باشه الان میام، همین نزدیکیام. چیزی شده گلرو؟ جهان حالش بده، من باید زودتر برگردم ویلا. پس بیا برسونمت. مرد، جهان حالش بد شده، باید زودتر برگردم ویلا. منم میام. جهان داره میاد، صدامو میشنوی؟ گرو داره میاد، به خاطر تو میاد، میفهمی عزیزم؟ جهان، اومدی؟
جهان چی شد؟ چرا این کارو کردی؟ جهان تو رو خدا اینطوری نکن. ببین داری ما رو میترسونی جهان. من چرا اینطوری شدم؟ گلرو کی این کار رو با هم کرد؟ چرا کرد؟ خدا؟ خدا این کار رو با هم کرده؟ چرا کرده؟ تو این کارو کردی، تو این کارو با برادرت کردی. تو آخر عمرش نمیتونه یه بچه عادی باشه. تو این حقو ازش گرفتی گلفام. تو این کارو با برادرت کردی. گلفام خانم بلندش کن، گرفتمش. جهان جونم، جهان تو نترس، خب نترس. آقا امید پیش گلفام خانم میمونه، نترس. خواهرت هیچیش نمیشه، تو آروم باش. بذار در وا کنم. بازم ساکتی که قبلنا حداقل تعریف میکردی، ولی دیگه با هم حرف نمیزنی. آخه من با تو چی کار کردم جهان؟ هیچی. تو هیچ کاری نکردی. ازم عصبانی. دلیلشو نمیدونم، ولی تو رو میشناسم و حس میکنم ازم عصبانی هستی. دروغ نگو. من دروغ نمیگم، تو خودم نگه میدارم. دروغ نمیگم. برای چی؟ برای اینکه من نفهمم؟ باشه، خودت میدونی. کجا میری گلرو؟ تازه اومدی؟ آره تازه اومدم، ولی دارم میرم. نمیتونم تحمل کنم جلوی روم ساکت بشینی و همش توی سکوت خودخوری کنی، چون طاقت دیدنشو ندارم. نمیدونم چیزی که باعث شده حتی با من حرف نزنی چیه، و این دیوونم میکنه. دوست ندارم. من اون پسره رو دوست ندارم. گل رو کجایی؟ مصبت شکر بابا سالم. میخواستم بگم که من دیگه اینجا کار میکنی مرد. برای این که دم دری نمیتونم حرفی بزنم. فقط همین که سرت به کارت باشه کافیه. بابا سالم به جون خودم، من مثل اون داماد بزرگت نیستم. هرچی میخوای بگی بهم بگو، ولی منو با اون یکی نکن. من گل رو دوست دارم. خسته نباشی، روز خوش.
مشکل خاصی ندارم. اصلا لازم نبود بیایم اینجا امید. ما الان توی بیمارستانیم. اینجا من تصمیماتو میگیرم. بفرمایید آقای دکتر. گلفام خانم، خوش اومدین. خیلی ممنون. در مورد چکاپ ماهیانه کوتاهی کردین، ولی حالا که تشریف آوردین نمیذارم جایی برین. گفته باشم؟ معلومه دیگه، گیرم انداختین. بفرمایید. گلفام، من تو اتاقمم. کارت که تموم شد با هم میریم. هرچی شما بگین جناب مدیر. عوضی اکثر ببین تو رو خدا، چه فکرهایی کردم به خاطر این گردم. لعنتی، خوش اومدین آقا امید. امروز مریض نداشتین. میدونم، یکم کار دارم، برای این اومدم. اگه چیز مهمی بود تو اتاقمم. اینجا مهمتر از من چیزی نیست. میدونین مادرتون با من چی کار کرد نه؟ 100% میدونید دیگه. حتی گلفام خانم هم میدونه. اون دوتا اونچه؟ این زندگی خصوصی توه. اینجا هم اصلا جای مناسبی برای این صحبت ها نیست. منم دوستت نیستم. حق با شماست. معذرت میخوام، پر روی کردم. دوست پسرم ملکه یخیه دیگه، چه انتظاری ازش داری؟ باید تو اون محله میمون، ولی اومد اینجا. تو هم همش با اونی، پیش اونی. حلقش نیست ولی خودش اینجاست. همش با همین، همش پیش توه. جهان، تو فکر میکنی اون همیشه منو ناراحت میکنه؟ آره تو حق داری، تقصیر منه، من همیشه ازش چیزایی بد گفتم. ولی نگران نباش، باور کن اون همونقدر که ناراحتم میکنه خوشحالم هم میکنه، باور کن. جهان، تو مرد تو دوست نداری چون نمیشناسیش، اما باید بشناسی. نمیشناسی اما باید بشناسی. من شماها رو با هم آشنا میکنم. آره. چی؟ صدا در نیاد، هیچی نگو. من چرا قبلا به این فکر نکرده بودم ها؟ خوب، هر دوتون بخشی از بچگی منین. من تو رو با مرد آشنا میکنم. آره این خیلی خوبه. گلو، بله گلرو. الو، سلام آقا امید، من نگران حال گلفام خانومم. خوبه؟ نگران نباش، گلفام خوبه، چکابش تموم شد. جهان چطوره؟ راستش جهان همونطوریه. هنوز پیششی؟ نه الان نیستم. کار خوبی کردی، هم خودت هم جهان زیاد خسته نکن. تازه امروز روز مرخصیته، یکم استراحت کن. باشه، خدافظ آقا امید. مرد رفته. وای خدا، الان باز دوباره میزنه به سرش. این نقره ها چرا اینجوری شدن؟ کدر شدن. الان نیم ساعته داریم سعیمونو میکنیم جاهد خانم، تمیزتر نمیشه.
این تمیز کننده ای نیست که ما استفاده می کردیم. اشتباه خریدین. محبوبه، محبوبه، همین الان برو سوپرمارکت تمیز کننده یه مخصوص نقره بخر. چشم، میرم. این مجله ها رو بنداز دور دیگه. چند بار باید بهت بگم؟ نمیفهمم برای چی نگهشون داشتی. باشه، الان میندازمشون دور. الان جلوی چشم من نمیشه. بعدن، الان برو سوپرمارکت. زود باش. پسرم، تو چیزی از سوپرمارکت میخوای؟ نه. تانر بیا اینجا. پسرم، قربونت برم، با مادر بزرگ دهن به دهن نزار باشه. بی احترامی نکن. خب باشی. اگه گلفام با میانجیگریش اون بازی مسخرتو تموم نمی کرد، الان تو جیبت هیچ پولی نداشتی. ببین، این آخرین اخطارمه. نمیخوامم یه بار دیگه در مورد اون دختر چیپ چیزی بشنوم. شما امر بفرمایید جاهد خانم. صبح اصابم خورد بود، سر تو خالی کردم، ولی منتظر خبرم باش، دلتو به دست میارم. بالاخره جواب داد، جواب داد. اینا رو هم دیگه پاک کنم، بهشون احتیاج ندارم. ماشینش هم مثل خودشه، فقط بلد پوز بده. ماشین خوشگلیه مگه نه؟ انگار از ماشین سرت میشه. تو چهارمی مگه نه؟ چهارمی؟ مگه تو خواهر قنچه نیستی؟ بله، خواهر دوست دخترتم و مطمئنم از ماشینا بیشتر از اونی که تو از جواهرات سرت میشه میفهمم. گردنبندی که برای خواهرم خریده بودی مسخره بود. مسخره؟ بله همینطوره. گرونو چش پر کن. معلومه گردنبند و حسابی از نزدیک بررسی کردی. بله، تو نگاه اول قشنگه، ولی معلومه فقط برای پوز دادن خریده شده. عجب، از کجا فهمیدی؟ وقتی برای خواهرم هدیه می‌خریدی اینقدر حواست پرت بود نفهمیدی مناسب سنش نیست. برای همینم هدیه‌ت مسخره بود، چون اصلا اون گردنبند رو برای قنچه نخریدی. خوب داری پیش میری. خب برای کی خریدم؟ با سر صدایی که به پا شد فقط یه گزینه هست. برای اینکه ارث مامان بزرگتو در بیاری و سورپرایزش کنی خریدی. اینم یعنی اینکه خواهرم برای تو درست به اندازه هدیه مسخرت بی‌ارزشه. ببینم تو چی میخونی؟ روانشناسی؟ آره؟ اینقدر هم پیچیده نیستی حک مغلو کوچولو. یه بچه پول داره تیتیش مامانی دیگه. برای شناختن تو لازم نیست آدم روانشناس باشه. آها راستی، حقوق میخونم. چه خبر؟ خوبم، تو چه داری؟ خوبم، حوصله‌ام سر رفته بود، گفتم بیام یه دوری بزنم. کجا میری؟ میرم خونه. جالاتو نگاه کن گنده بک. مگه چیه داداش؟ چرا پایینو دید میزدی؟ آره بابا. شش باشه، ولشون کن، طوری نگاه میکنن انگار میخوان آدمو بخورن. اصلا تو محله جوری نگرد که اونطوری نگات کنن. مگه چیه؟ از صبح همینطوری پوشیده بودم، اصلا حواسم نبود. چی شده؟ گل رو کارت سخته به خدا، تو همه چی دخالت میکنه. تو چی دخالت میکنه؟ خب صبح که از خونه در اومدم همینطوری یه چیزی. مینا جون ما کار داریم، باید یکم صحبت کنیم. ببخشید. خرپی. خدافظ. این دختره بد جور رو مخمه ها. جدی میگی؟ خیلی عجیبه. میخوای من برات بشمارم چند نفر رو مخم را میرن؟ ها؟ میخوای بشمارم چند نفر رو مخم را میرن؟ خیلی خوب، معذرت میخوام.
باز حال جهان بد شد. خب باید میرفتم دیگه، دنبالت گشتم ولی پیدا نکردم. دنبالم گشتی؟ منم خرم، گوشام درازه. تا آقا امیدو نبینی، جهان نبینی، روز چپ نمیشه. تو کی هستی دختر چون دکتری؟ تو دواش چی؟ یعنی چی؟ من نمیفهمم. ساکت باش دیگه، داد نزن، بیا اینور. داریم از جهان حرف میزنیم، مگه نمیدونی مرد؟ خیلی هم خوب میدونم. یه دونه جهان تو زندگیمون است، بیچارمون کرده. جهان بیفته گل رو بعد بره، جهان گریه کنه گل رو بعد بره، جهان بره توالت. خیلی خوب باشه، حق داری. آروم باش دیگه. اما اونم حق داره. خب یعنی چی اونم حق داره ها؟ آخه تو رو اصلا دوست نداره. اون چی؟ منو دوست نداره؟ اون که منو نمیشناسه یعنی چی دوستم نداره ها؟ همین دیگه مرد، منم میگم تو رو که نمیشناسه چطور میخواد دوست داشته باشه؟ بعدش هم خب بعضی وقتا که تو ناراحتم میکنی، خب اون اینا رو میبینه، دوست صمیمیمه دیگه. خدا جون تو رو به داده و ندادت شکر. مرتی لحظه گوش کن ببین، من تو رو با جهان آشنا میکنم. منو با جهان آشنا میکنی ها؟ خوبه، آفرین. باز خودت ببری و بدوزی ها؟ خوش اومدی گلفام. چطوری؟ زنده. بشین. چکاب کامل شدی؟ از سر تا پا. بعضی از جواب آزمایش های مهم و فردا میگیرم، اما دیگه نمیخوام در این مورد یک کلمه هم حرف بزنم. قول میدم مراقب خودم باشم. خوبه، پس بذار بگم برامون یه قهوه بیارن. بالاخره یه چیزایی هست که ازش حرف بزنیم. الو قنچه، دو تا قهوه ساده. ممنون. قبل از این که تو بپرسی، خودم اعتراف میکنم نمیتونم انکار کنم که در مورد جهان کمی تحت فشارم. به نظرم باید هر چه زودتر با دکتر جهان صحبت کنی. یعنی هر کاری که دارن براش میکنن اصلاً به درد نمیخوره. حمله های عصبیش روز به روز داره بیشتر میشه. اون خشم و کدوم روش درمان و دارو میتونه رفع کنه؟ اون از این زندگی خشمگینه، زندگی که مجبور تحملش کنه. و از تو چرا عذرخواهی کردی گلفام؟ متوجه نمیشم. نوشه جان، وقتی داشتی به هوش می اومدی گفتی تا برسیم بیمارستان مرتب عذرخواهی می کردی. از کی عذرخواهی می کردی؟ از جهان؟ خوبی؟ من میرم، باید برم، بعدن حرف میزنیم. گلفام بعدن حرف میزنیم. خیلی ممنونم. به همچنین.
چی شد؟ با گلفام هم دعوت شد؟ نه بابا، معلوم بود اعصابش خورده، جادوگر عبوس. امروز با خواهرت آشنا شدم. آخ اون بد اخلاقه، بهت که یه وقت چرت و پرت نگو. آره خیلی بد اخلاقه. به خاطر گردن بند مختو خورد. خیلی هم مخمو خورد، ولش کن. یعنی چی؟ گفتم ولش کن. خب بری؟ کجا بری؟ میرسونمت خونه؟ تو رو هم از دلت در میارم، نگران نباش. خیلی خوب باشه. خب بریم دیگه. یعنی شام جهانم میتونم براش ببرم. مگه تو امروز مرخصی نیستی؟ دلم میخواد، ولی ببخشید ها، وقتی من غذا رو میبرم آقا جهان با اشتهای بیشتری میخوره. اگه مرخصی هستی نمیخواد کار کنی، برو دیگه، بی خودم تو دست و پای من نپیچ. خوش اومدین. بهترین دیگه نه؟ بله دور باشه گلفام خانوم. خوب من از آقا امید حالتون رو پرسیدم، خیالم راحت شد. خدا رو شکر که با هم اومدیم تو اتاق، وگرنه اگه آقا امید پیشمون نبود واقعا دست باچه می شدیم. شما با هم اومدین؟ یعنی دم در همدیگر رو ندیدین؟ چرا با هم بودین؟ تو کافی شاپ بودیم که تلفن زنگ زد، ما هم زود پا شدیم و اومدیم. کافی شاپ؟ تو کافی شاپ هم دیگر رو دیدیم. آره شما دوتا با هم کافی شاپ بودین؟ ما خب بله. به خالده بگو اسرونم و بیاره تو اتاقم. چیزه من؟ تو مرخصی نبودی؟ میتونی بری. من در مورد جهان یه فکری دارم. بعدن میگی. بله. تو داری چی کار میکنی امید؟ چی کار میکنی؟ یعنی تو فکر میکنی حالا که یه بار منو تا خونه رسوندی دلمو به دست آوردی تموم شد رفت؟ نه قنچه، شب تو ویلا واسه شام دعوتی. چی؟ یعنی چی؟ یعنی این که برای شام دعوتی خونه ما. مامان بزرگت اینام هستن؟ هستن. اصلا حس خندیدن نداشتم، ما واقعا با مزه بود، مرسی. آره ولی من جدی گفتم. یعنی چی؟ یعنی تو الان داری جدی جدی منو برای آشنایی با خانواده دعوت میکنی، اونم برای شام؟ اون وقت مامان بزرگتم واقعا جدی میگی؟ آره ولی اگه یه بار دیگه بگی جدی منصرف میشم. باشه 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 چیزه، اما اگه اتفاقی بیفته، یعنی مامان بزرگت حرفی بزنه که بخواد منو کوچیک کنه، من واقعا نمیتونم طاقت بیارم. و بعدشم اگه بابام بفهمه چی؟ اونچه اگه از ترس این که به گوش پدرت برسه نمیتونی حتی واسه شام خوردنم بیای خونمون، کنسلش کنیم بره دیگه، بهت چی بگم من؟ باشه باشه باشه، میام میام میام. باشه خوب. مرد ببین زیاد معطل نمی کنی، خب جهان همیشه زود چامشو میخوره و بعدش هم دواشو میخوره و میخوابه. باشه دیر نکنی ها. دختر واسم کار درست میکنی ها. آخه من چی دارم که به اون مردی که بگم؟ دارم بهت میگم معطل نکن، زود خودتو برسون. آبجی تو واقعا داری جهان و مردو با هم آشنا میکنی؟ آره خب مگه چی عجیبه؟ چی میدونم، آخه این دوتا خیلی به هم بی ربطن، اصلا نمیتونم همصحبتی مرد جهان تصور کنم. البته مگه کی هست که جهان باش معاشرت کنه؟ اینم یه طرف قضیه است. خیلی خوب میشه، این که تا حالا این کارو نکردم اشتباه بود. خیر باشه، کجا داری میری؟ ای چیچک خواهر جونم، دیروز عطرم رو تو زده بودی نه؟ کجا گذاشیش خوشگله؟ من هیچیه تو رو بر نداشتم. ای بابا هنوزم با هم قهره؟ پرسیدم داری کجا میری؟
وا تولد یکی از همکارای پرستارمه، بعد عمری دعوتم کرده نمیشه برم. من خودم به بابا گفتم یکی دو ساعت میمونم و زودم میام. ای تولد کدومشونه؟ ای بابا، اجازه از بابا کافی نبود، باید به تو هم جواب پس بدم. تو مگه فضولی؟ خودت میدونی خونچه خانم. شب بخیر. شب بخیر قنچه. چیزه انگار نمیرین خونه. ببخشید، شبتون بخیر. پنهان نمی کنم که به گل رو توجه دارم. بله توجه همو جلب می کنم. تو اون یه چیزایی هست که این اواخر تو هیچ کس ندیدم، حتی نمیتونم اسمی براش بذارم. این دختر انرژی خاصی داره، رفتارش خالصانه است، صمیمیه، واقعیه. به نظرم لایق اینه که بهش توجه بشه. گلفام خانم، آقا امید اومدن، تو سالن هستن. باشه، برامون قهوه درست کن، الان میام. چشم. زود باش دیگه تنر، زود باش، الان بابام میرسه. اگه یکم دیگه دیر میکردی برمیگشتم. ببینم حاضری؟ ببین تانر، تو مطمئنی یه وقت مشکلی پیش نیاد؟ میدونن من میام دیگه، نه؟ سفره آماده است، بفرمایید. مهمون داریم؟ بله مادر بزرگ جون، مهمون داریم. خوش اومدی. ممنون. خوابیده بودی؟ نه، فقط یکم استراحت میکردم. گلفام، در اصل راستشو بخوای من به جیم شدن احتیاج دارم. ببین، برای هر دومونم خیلی خوب میشه. من فکر همه چیو کردم. تو برنامه هاتو ردیف میکنی، منم برنامه های آتالیمو، بعدش با هم میریم اسپانیا. بارسلونا خیلی عالیه. تو رو خدا امید، تو رو خدا خواهش میکنم. گلفام، به نظرت وقتش نیست بالاخره با هم حرف بزنیم؟ داریم حرف میزنیم دیگه. دارم میگم برای خودمون برنامه ریزی کردم، خیلی طولانی نیست، یه استراحت 4-5 روز است، فقط همین. تو رو خدا امید. برنامه بمونه برای بعد، بیا از امروز حرف بزنیم، نیمه کارموند. امید، من واقعا. گلفام، وقتی داشتی از بیمارستان میرفتی بیرون از چهرت معلوم بود حال بدی داری. چه خبره؟ چرا اینقدر از حرف زدن دربارش تفره میری؟ من خوبم، جای نگرانی نیست، دارم جدی میگم. من فقط در مورد جهان یه کمی کلافه شدم، همین. بله این حمله آخرش خیلی خستم کرد، انتظارشو نداشتم. واقعا انتظارشو نداشتی؟ چی میخوای بگی؟ آه ببخشید، نباید نامزد این دختر کوچولو رو استخدام میکردم. قلب برادرم و خودم شکوندم، مگه نه؟ من فکر میکردم احساساتی که جهان نسبت به گل رو داره رو قبول کردی، اما اینکه اون پسر اینجا باشه و جهان هر روز ببینتش قطعا باعث ناراحتی و عصبانیت جهان میشه، غیر از اینه؟ بازم چرخیدیم و چرخیدیم به اون دختر کوچولو رسیدیم، باورم نمیشه.
کجا موندی تو؟ اومدم دیگه. باشه زود باش، زود باش بیا تا بابام ندیده. انگار نمیتونم منظورمو برسونم امید. من از اینکه هر موضوعی یه جورایی به اون دختر کوچولو برسه خیلی خسته شدم. اونی که بحثو به گل رو میکشونه توی گلفام. بله منم، اما اونی که منو مجبور به این کار میکنه توی. همش از اون دختر طرفداری میکنی، هر وقت ازش حرف بزنی جوری رفتار میکنی انگار داری از یه دوست صمیمی دفاع میکنی. من نمیتونم دلیلشو بفهمم. گلفام من از هیچ کس دفاع نمیکنم، میفهمی؟ اگه تو واقعا اینطوری فکر میکنی به خاطر اینه که نمیخوای دست از دشمنی با اون دختر برداری. اینا چی میگن؟ من نمیدونم. من با گل رو دشمنی میکنم؟ من چرا باید همچین کاری بکنم؟ تو داری دختریو که برای من نامرئیه تا آسمونا بالا میبری. واقعا که امید، تو اونقدر اون دختر حساسی و بهش اهمیت میدی که فقط یه چیز به فکر من میرسه و اون فکرم به هیچ وجه نمیتونم درک کنم، نمیتونم حسب کنم. بس دیگه گلفام، خستم کردی. نه خیر، من خسته شدم از اینکه در مورد تو و اون دختر به چیزایی فکر کنم که اصلا با عقل جور در نمیاد. خسته شدم. تو از چی داری حرف میزنی؟ من اومدم اینجا از جهان حرف بزنیم، نه گل رو. اونی که حرف گل رو وسط کشی تویی و واقعا نمیفهمم از چی داری حرف میزنی. نمیفهمی؟ یا داری خودتو به اون راه میزنی؟ مرد بیا بریم. بس ببینم چی میگم. بیا جهانو بذاریم کنار، از تو حرف بزنیم، از گرو و تو. این زن چی میگه؟ من چه میدونم. به هم گفته بودی تو اون دختر یه چیزی هست که نمیتونم براش اسمی بذارم. اینو ازت فقط یه بار و برای آخرین بار میپرسم، چیزی که نمیتونی براش اسم بذاری احساسات توه؟ داشتی میرفتیم بالا. گلرو نه، بیا حرف بزنیم. تو با کی میخوای حرف بزنی؟ شما اینجا چی کار میکنین؟ تو به چه جرأتی اون دختر رو میاری توی خونه من؟ این که پرسیدن نداره مامان، داره با همون لج میکنه دیگه، میخواد عصبانیمون کنه، فقط همین. اون زن باید از سر میز من بلند شه، همین که گفتم. ای بابا، فکر میکردم اینجا خونه منم هست. حرف مفت نزن پاپتی. همه تون شاهد باشین بابام چی گفتا. اونم بالاخره قبول کرد که هممون زیر سایه جاهد خانم داریم مفت مفت میخوریم. من الان تو رو کافیه. حوصله یه دعوای شما دوتا رو دیگه ندارم. تو داری شوخی میکنی؟ نامزد تو با جهان چی کار داره؟ میخواستم با هم آشنا بشم. یعنی چی؟ چی داری میگی؟ گل رو ببریم خونه وگرنه. مرد تو برو، من اینجا میمونم و گلفام خانم حرف دارم. الان برو، فردا باهات حرف میزنم. من الان میخوام باهاتون حرف بزنم. حرفای چند دقیقه پیشتون رو شنیدم ولی نشنیده نمیگیرم گلفام خانم. یا کی؟ حالا بودی؟ یه دقیقه وقت داری، گوش میدم. بعد اون حرفایی که شنیدم فقط یه دقیقه به هم وقت میدی؟ حد خودتو بدون. گوش وایسادی کافی نبود، حالا طلبکارم شدی؟ من بهت همچین جرأتی ندادم. امید داده. اون باعث شده فراموش کنی کی هستی، اما من نمیذارم فراموش کنی. تو فقط خدمتکار منی، به هم خدمت میکنی و هیچ وقت طرف صحبت من نیستی. یادتون رفته که من نامرئیم؟
گلفام خانم، اگه اینجا بودن من شما رو ناراحت میکنه، من میتونم کارم رو ول کنم. الانم باید به جهان بگم که نمیتونم بیام چون منتظرمون بود. شب خوش. گستاخ. حالا که حرفای گلفامو شنیدی، پس حتما جواب منم شنیدی. به خاطر اینکه گل رو تو شرایط سخت قرار دادم ناراحتم. اما من دوست دخترت بهت انگ آویزی شدم من نامزدم و زده دکی و همه این حرفا تو فقط ناراحت شدی؟ گل رو که دیگه نامزد تو نیست مرد. حرفه بی خود نزن، ما با هم ازدواج میکنیم. اگه به خاطر اینکه حلقه نداری اینجوری گردن کلفتی میکنه، اون گردن تو. اون حلقه به خاطر اینکه از دست درش آوردی نیست. حالا از من میخوای به حلقه ای که وجود نداره احترام بذارم؟ از این خبرها نیست. لزومی هم نداره از من بترسی، چون من فقط به گل رو احترام میذارم. حرف دهنتو بفهم مرتی که با اون دوست دختر نازنازی مؤدب طرف نیستی. این شد دومین بار. چی شد دومین بار؟ که یقما گرفتی. آخرین بارت باشه مرد، تکرار نشه. دعا کن که این آخرین دفعه باشه. ببینین منو تو چه موقعیتی قرار میدین؟ حالا این مهمون ناخوندتو خود دست سر میز بلندش میکنی یا خودم دستشو بگیرم و پرتش کنم بیرون؟ ها؟ ایبی نداره، من تمیزش میکنم، من تمیز میکنم. گنچه؟ چی شده؟ بیا ببینم. مثل این که مهمون داریم. راستش من اصلا ناراحت نشدم، خوب شد که نیومد. باشه یه فرصت دیگه. شاید، یعنی نشدم نشد. باشه، اگه تو ناراحت میشی بیاد. نه نه نه، به خاطر اون نیست، گفتم که یکم خستم، واسه همینه. خب دیگه من برم، تو هم بخواب. گلرو، من واقعا واسه اینکه اون نیومد ناراحت نشدم. خوب بخوابی. به خودت بیا، به خودت بیا، به خودت بیا. یه دختر کوچولوی بیچاره رو داری تو چشمت بزرگ میکنی گلفام. اینجا هم نخواستم جلوی بابات آبرومون بره، اومدم اینجا. آقا امید رفت؟ آره رفت، زرت و پرت کرد ولی رفت. اگه از بابات نمیترسیدم نمیتونست اینجوری سرشو بندازه پایین بره. من هنوز هم باورم نمیشه گلفام خانم چطور تونست اینجوری بگه. اگه لازم باشه، تنها چیزی که لازم اینه که اون حلقه رو دستت بکنی گلرو. چه ربطی به حلقه داره؟ ببین این انگشتت خالیه. مرتی که با زبون خودش گفت حلقه نامزدی دستش نیست. معلومه وقتی این انگشتت خالی باشه اونم به تو حسایی پیدا میکنه. مرد، میخوای بدونی چه حسایی پیدا میکنه؟ نه میخوای بدونی چه حسایی پیدا میکنه؟ آرومتر. ببین اگه تو هم به اون چی؟ من به اون چی؟ دختر چرا این حلقه رو دستت نمیکنی؟ ها؟ چرا این حلقه رو دستت نمیکنی تا من خفشم؟ یعنی واقعا داری میگی واسه اینکه ساکت بشی باید حلقه رو دستم کنم؟ این مردی که نمیدونم از کجا پیدا شد. اون گلفام خانومم که خیلی بهش اعتماد داری به طرف انگ چسبیدم به تو رو میزنه. ببین دختر، به جون ننم آخرش منو تو دردسر میندازی. میگی به هم اعتماد داری اما بازم با هم اینطوری حرف میزنی. آخه چرا حلقه تو دستت نمیکنی؟
دیگه دور برای امید با امید نبینم، تا قسم میخورم اون مرتکه رو میکشم. ادا هاشو ببین تو رو خدا، لج آدمو در میاره. تانر، اگه میگفتی مهمون داریم زودتر میومدم. از این به بعد به منم خبر بده، باشه؟ قنچه، حتما با محبوبه آشنا شدین. آشنا شدیم، کلی هم با هم حرف زدیم، مگه نه؟ محبوبه، حتما خیلی خوب هم دیگر رو درک کردیم، مگه نه؟ البته هرچی باشه هر دوتون از یه جا اومدین، میتونین محبوبه رو الگوی خودتون قرار بدین، چون اونم یه زمانی خدمتکار ما بود. تانر، گنچه انگار دیگه دیرت شده. آره، لطفاً مهمونمون رو تا خونش همراهی کن. چیزی هم که نخوردین بازم تشریف بیارین. به خاطر همه چیز ممنونم نوشه جان، شبتون بخیر. وقتی عموت منو برگردون تو هم به اندازه بابات اینا اخمات رفت تو هم. چرت و پرت نگو گنچه. ببینم تو اصلا چرا منو دعوت کردی ها؟ اگه نمیتونی ازم دفاع کنی و بگی این دوست دخترمه، چرا گفتی بیام؟ ببینم تو میخوای چیکار کنی اصلا. باشه، حق داری، اما منم تا این حد انتظارشو نداشتم. فکر میکردم اول یه اخمو تخمی میکنن و بعدش هم بیخیالش میشن، اما اشتباه میکردم. خب دیگه تموم شد، هرچی باشه غذامونو خوردیم، الانم میریم. هیچ وقت تو زندگیم اینقدر کوچیک نشده بودم. اگه آقا امیدم هوامو نداشت. نمیلش کن قنچه، تو الان برو خونتون، به هیچی هم فکر نکن. دیگه هم تو رو برای صرف شام دعوت نمی کنم. همین، تمام. طول میکشه تا منو قبول کنن، زمان میبره. درست شدیم عین فیلم ها، یه دختر فقیر یه پسر پولدار. خانواده پسر دختره رو نمیپسندن، گرچه مامانت اینا خیلی وقت پیش این فیلمو بازی کردن. نمیدونستم مامانت قبلا خدمتکار بوده، یعنی واقعا داستان عجیبیه. خیلی تعجب کردم، ولی به نظر من راجبه مامانم حرف نزن قلچی. باهاش آشنا شدی، تموم شد رفت. ببین یه وقت نزنه به سرت این موضوع رو ورد زبونت کنی، یا خیلی بد میبینی قنچه. تو چی میگی؟ من داشتم میگفت. چیزی نگو قنچه، با من راجع به این چیزا حرف نزن. تانر، خب مگه من چی گفتم؟ تانر، امشب به همون اندازه که نمیتونم تانر رو ببخشم، از دست تو هم دلگیرم امید. پسر کوچولوت با رفتارش بدجور غافلگیرت کرد مامان. نوشه جان، چیزه؟ دسر نخوردین؟ من امشب تو این خونه خورد شدم، اول توسط نوام، بعدشم دوتا پسرام. وای مامان، من دیگه چه گناهی دارم؟ چیزی که تا اون سر دنیا همه میدونن، اینکه عروست کلفته را به یه دختر باغبون گفتم، گناهکار شدم. من میکشم ات عزیز. کافیه قنچه را صرفا به خاطر اینکه خانواده تو عصبانی کنی دعوت کردی، ازش سوء استفاده کردی. همه یه آبر و ریزی که امشب اینجا تو این خونه اتفاق افتاد تقصیر توه. مامان، کسی که به عنوان مهمون اومده خونت، آدمی که نشسته سر سفرت، در شأن توئه که با چشم گریون از خونه بیرون کنی؟ این طرز برخورد در شأن خانواده ماست؟ شب بخیر. Thank you.
به سلامتی همتون. Gemilerini kaldırmış gidiyor hayat ve ben sahildeyim. Kaçırmış olma telaşı içindeyim. Çağırıyor uzaklar ısrarla neden seninleyim. Bağlanmış olma korkusu içindeyim. Demiyorum, kalamıyorum, baş edemiyorum, teslim olamıyorum. Yüzüm gökyüzünde, bakamıyorum. Havada nefesin var, boğuluyorum. Ben sana bağlarımı çözemiyorum. Başka bir dünya yok, gidemiyorum. Yüzün gökyüzünde, bakamıyorum. Havada nefesin var, boğuluyorum. Ben sana bağlarımı çözemiyorum. Başka bir صبح بخیر گلفام خانم. صبح بخیر. آقا امید بیدار شدن؟ بله بیدار شدن. همین الان داشتن میرفتن. شما بفرمایین تو. من الان خبر میدم تشریف آوردین. نیازی نیست. من همینجا منتظر میمونم. میخواین جاهد خانمو بیدار کنم؟ نه نیازی نیست. باشه. آقا امید. امید صبح بخیر. صبح بخیر. گفتم من میام بیدارت میکنم و تو واسه صبحانه دعوتم میکنی تو؟ راستش گلفام من هر چه زودتر باید برم بیمارستان. صابونه بمونه واسه یه وقت دیگه باشه؟ حرفمو زیاد کش نمیدم امید. دیشب چرت و پرت گفتم، باید بابتش معذرت بخوام. به خاطر لحظه عصبانیت حرفایی زدم که اصلا در شأن تو و من نبود. میشه یه وقت دیگه راجبش حرف بزنیم؟ لطفا منو بیشتر از این خجالت زده نکن امید. هر چی که دلت میخواد بگو. من نمیخوام خجالت زدت کنم. حرف دلم هم همینه. متاسفم. گفته بودی تو اون دختر یه چیزی هست که نمیتونم براش اسمی بذارم. چیزی که نمیتونی براش اسم بذاری احساسات توه. بابا حتما تو گلخونه است. امروز اگه به اتوبوسم برسم پول تو جیبی ندارم. یه امروز 20 لیر به هم بدین دیگه.
با کی دارم حرف میزنم؟ با شما هم چتون شده؟ تو چی گفتی؟ نه خیر، این دوتا اصلا تو باغ نیستن. خیلی خوب بابا، اصلا نخواستم. یه سر به بابا میزنم. چیه؟ نکنه گلفام خانم دیگه شای صبحشو نمیخوره؟ نه که خیلی هم برای من مهمه گلرو. باید برای من یه کاری بکنی. زنگ بزن بیمارستان بگو مریض نمیتونه بیاد. باشه؟ پول تو جیبیتو یادم رفت بدم دخترم، بگی. ممنون بابا جون. آبجیتینا رفتن؟ نه هنوز خونه. گلفام خانم صبح زود رفتن پیاده روی. گلرو چرا این دست اون دست میکنه؟ قنچه هم که امروز مرخصی نیست. نکنه اینا مشکلی چیزی دارن. ای وای بابا، اینا یه روز تنبلیشون گرفته. تو همه چیا فکر میکنی؟ آقا ساله تو دیگه برو دخترم، موفق باشی. خدا برات. باشه بابا، خدافظ. بفرمایید گلفام خانم. تو اتاقم منتظر گلرو هم. همین الان. بگو حالش خیلی بده، صداش در نمیاد. خب چی میشه؟ یه چیزی بگو دیگه، انگار خیلی زحمت داره. اوف قنچه حوصله‌مو سر بردی. مثل پیچوندن مدرسه میخوای کارتم بپیچونی؟ خب زنگ بزن بگو مریضم، دارم میمیرم، اونم باور میکنه. آه، میخوای برای دخترای حسود پذیرش فیلم بازی کنی دیگه؟ برو بهشون زنگ بزن. اصلا نمیخواد به اونا زنگ بزنی، به آقا امید زنگ بزن. به اون بگی خیلی بهتره ها. تو خول شدی قنچه؟ چرا به آقا امید زنگ بزنم ها؟ چه ربطی به آقا امید داره؟ اصلا این همه صمیمیت چه معنی داره؟ انگار که دوستمه. چرا داد میزنی حالا؟ حالا میخوای بعد عمری؟ گل رو دخترم، گلفام خانم منتظرته. انگار تو بهش سر نزدی. الان داشتم میرفتم بابا. مسئله که پیش نیومده؟ نه نه نه، هیچی نشده. برم زیاد منتظر نمونه. قنچه تو چرا هنوز اینجا نشستی؟ من چیزه بابا، صبح که داشتم میرفتم گلخونه، آقای دکتر سوار ماشینش شد. نمیشه که بعد دکتر بری سر کار دخترم. بجام تو هم حاضر شو دخترم، زود باش. خدایا خودت بهم صبر بده. اینا رو کی جمع کنه آخه؟ بیا تو. صبح بخیر گلفام خانم. با من کاری داشتی؟ همومو حاضر کن. بجم. از ورزش برگشتم، عرقم خشک نشه. دیشب بهتون گفتم که فکر میکنم خوشتون نمیاد من دورو براتون باشم. ترجیح نمیدین کارمو ول کنم؟ بله. از دیشب یه صحبت ناتموم داریم. آره، چون گفتین فقط یه دقیقه وقت دارم. دیشب خیلی اعصابم به هم ریخت. چند بار بهت گفته بودم که از فالگوش وایستادن خوشم نمیاد. من فالگوش وای نستاده بودم، فقط حرفاتونو گوش کردم. چون وقتی اسممو شنیدم نتونستم برم. حالا هرچی، همه ی جر و بحث و حرفایی که شنیدین کاملا شخصی بود. موضوع تو نبودی گرو. خیلی احمقانه است اگر غیر از این فکر کنی. بین من و امید بود. حالا به هر دلیلی هم که باشه، تو چطور میتونی موضوع بحث ما باشی؟ گلفام خانم دیروز اسم من برده شد، اونم به طرز خیلی زشتی. تو فقط یه مثال بودی. برای اینکه امیدو متوجه اشتباه کنم همینطوری یه مثال زدم. مثال؟ من داشتم از حد و مرز امید حرف می زدم. دیروز اسم تو آورده شد، فردا اسم فاطمه یا کس دیگه ای برده میشه. به همین سادگی. من هیچی نفهمیدم. یعنی شما دیشب آقا امیدو؟ بله،
من دیشب امید و به خاطر اینکه در برخورد با تو و امثال تو بیش از حد صمیمی رفتار میکنه سرزنش کردم. من و امثال من؟ گرو تو تو این خونه یه خدمتکاری، دوست امید که نیستی. واضحه که نامزدت از رابطه نزدیک تو و امید چه برداشته بدی میکنه. من فقط بهش گفتم که باید حد و حدودش رو رعایت کنه. نکنه تو حرفی شنیدی که معنی غیر از اینایی که گفتم داره؟ هم من هم شما میدونیم که چی شنیدم. تو حرفایی که شنیدی و زیادی بزرگش کردی دختر کوچولو. نکنه ادعات میشه که میتونی بین ما باعث اختلاف و جر و بحث بشی؟ اونم اختلافی که دلیلش حسادت باشه. واقعا تا این حد خودتو دست بالا گرفتی؟ به نظرم بهتره دیگه این بحثو تمومش کنیم گرو، چون هیچیش به تو مربوط نمیشه. امید برای تو فقط آقا امیده، منم گلفام خانوم. ممکنه امید با تو، با عایشه، با فاطمه، از رو ادب و نزاکتش مثل یه دوست رفتار کنه، اما دوستت نمیشه، نمیتونه بشه. حالا لطفاً هموم آماده کن، عرقم بیشتر از این خشک نشه. منتظر چی هستی؟ نمک دریایی باشه یا پودر عطردار؟ روغن یاسمن. من نامرئی نیستم گلفام خانم، عایشه و فاطمه هم نیستم. شما نمیتونین دوستای منو انتخاب کنین. من انتخاب میکنم که با کی دوست باشم. شما همینو میبینین. ای مرد خوب فکر کن ببینیم چی کار میخوای بکنی. گل رو باباش از یه طرف، از طرف دیگه گلفام خانم چپ و راست پشت سر نامزدت حرف میزنه، از یه طرف هم این سویچ تو دستته. حالا مرد فقیر ولی مغرور، تو این کلیدا رو پرت میکنی رو سر این زن یا نمیکنی؟ قبل اینکه کلیدا رو پرت کنی رو سرش، ماشینشو دور تا دور خوب خط بنداز. حتما حقشه. مرد فقیر ولی مغرور، اگه هنوز استفاتو نتادی گلفام خانم 15 دقیقه دیگه منتظر. چشم دیگه چی؟ درسته که حلقه دستمون نیست، اما زنه که دیشب هر چی دلش خواست به نامزدم گفت. حالا من براش درو باز کنم میگم بفرمایید خانم کجا تشریف میبری؟ مرد نباید از کارت استعفا بدی. عجب، ولی من فکر میکردم بعد حرفای دیشبش تو هم بیخیال کار مار بشی. منم همین فکر رو میکردم، اما استعفا ندادم، چون الان درست‌ترین کار برام همینه. برای تو هم همینطور مرد، کارتو ول نمی کنی. گلرو. بله بابا. گلفام خانم مشکلی داشت؟ نه بابا جون، همومشو حاضر کردم، چند دقیقه دیگه هم میره بیرون. خیلی خوب، خوبه. شما کجا میری؟ همینجا میرم از مغازه چیزی بگیرم. خسته نباشی. باباتم عجب آدمی ها، قربونش برم دست رو آدم بلند نمی کنه ولی با چشاش پهن زمینت می کنه. یعنی بهتر از اونی که حقیقت باهات رفتار می کنه. گوری رو دست تو بکش. درست حسابی حرفتو بزن. چرا تیک کمین کمین دازی؟ مرد من حرفی واسه ای گفتن ندارم. اما من دارم. ببین من کارمو ول نمی کنم،
به اون گلفام خانومم چیزی نمیگم. جریان دیشب من مخم پاک کردم رفت تموم شد. اگه مرد قبلی بود چیکار میکرد؟ میزد چشت چالش کبوت میکرد مگه نه؟ من چیکار کردم؟ ها؟ همشو پاک کردم. چرا؟ به خاطر تو. تو چرا حواست به من نی؟ ها؟ نمیبینی چقدر دارم به این در اون در میزنم؟ پس کی میخوای اون انگشت رو دستت کنی؟ داد نزن گلفام خانوم میشنه. ببین گل رو تو وقتی اون انگشت رو دستت نکنه من یه خواب راحت ندارم. کجا تشریف میبری؟ بیمارستان. آه عالیه. از کارت راضی هستی؟ بله راضیم. دست شما درد نکنه. گورو تو خونه خیلی کمکم میکنه. گاهی ممکنه مجبور بشین با هم کار کنین. اصلا دوست ندارم مشکلات شخصیتون و قاطی کارتون بکنین. نه اتفاقا ما هیچ مشکلی نداریم. یعنی نگاه نکنیم به این که تو دستمو حلقه نداری. آره انگار حلقه هاتونو در آوردین. آره خب رابطمون یه ذره گرد و خاکی شد ولی بازم حلقه هامونو دستمو میکنیم. کار خوبی میکنین. میدونی که از قدیم چی میگن، نامزدی نباید زیاد طول بکشه، بینتون فاصله میفته. پس دست نامزدتو محکم بگیر و ول نکن تا بینتون فاصله نیفته. تو همین کافه بغلی بیخ گوشمی. به تلفنم جواب نمیدی اما هی میخوای خودتو بهم نشون بدی. سلام آقا امید، ببخشید من نتونستم قبل عمل خودمو برسونم. راستش یکم یه چیز بودم، مریض بودم. آره امیدوارم بهتر شی خونچه. مواظب خودت باش، سعی کن دیگه دونسته گرفتار همچین مریضیایی نشی. آقا امید به خاطر دیشب ازتون واقعا ممنونم. درسته که شام برام خیلی بد تموم شد اما حداقل مثل قبلش کابوس نبود. واقعا لطف کردین. خوش اومدی حال خانم. بفرمایید تو اتاق من. تو هرچی هم که بگی بازم دلم آروم نمیشه. از این به بعدم چیزی عوض نمیشه دخترم. فکرم همش پیش توه. کلی فکر و خیال با خودم کردم. بابا جون تو رو خدا اینجوری نگو. ببین من دیگه فراموش کردم. اونم توبه کرد، قسم خورد، گفت دستم بشکن ایشالا. تو رو خدا بیشتر از این ناراحتم نکن، خجالت میکشم. تو چرا خجالت میکشی؟ اگه قراره کسی خجالت بکشه اون شوهرته. اون بی ادب باید به خاطر دست بلند کردن رو شریک زندگیش خجالت بکشه. بابا جون تو رو خدا نکن. نه این حرفو به من نزن. از این به بعد از من انتظار نداشته باشین هوای دامادمو داشته باشم که خجالت نکشه و ناراحت نشه. نه تو از من انتظاری داشته باش نه اون بی حیا. وای 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 امروز شانس با منه به خدا. بعد مدت‌ها گفتم بیام تو آشپزخونه یه سری بزنم. نگو بابا جونم هم اینجا چایشم که داره میخوره. جانر تو دیگه از کجا پیدا شد؟ عزیزم مشتری رسوندم سر کوچه‌تو. گفتم حالا که تا اینجا اومدم برم روی ماه زنم هم ببینم، کنار بابا جونم هم یه چایی بخورم. من کار دارم، میرم یه سر به گلخونه بزنم. باشه بابا جون، خسته نباشی. آره دیگه حرفاتو قشنگ پشت سر هم بگو، بعدشم راتو بکش برو. خوبه والا. در مورد بابام درست صحبت کن، دست درازیم نکن. به بابات هم اینجوری میگفتی که درست حرف بزنه ها؟ نه خب اون بابات البته که نمیگی، چقدرم که خود دست بردار نیست، حتی تو صورتم نگاهم نکرد. جانیر بابام ظاهر و باطنش یکیه، پشت سر ترچی بگه تو روت هم همونو میگه، راجبت هر طور که فکر میکرد تو صورتت هم همونو گفت.
ماشالله ماشالله مسعود خانم، میبینم که بابات حسابی پرت کرده. تو هم گیرم آوردی خالی میکنی. کشش نده، یه چیزی بده بخورم، گشتم شده. بعد کافی حرف شنیدیم، حداقل دو لقمه کوف کنیم بریم پی کارمون. هی هی آقا جانر، برو بیرون غذا بخور، یه عالمه کار دارم، اگه خالد خانم ببینه حرف در میاد. خوبه والا، یه کاسه سوپم نمیدی شاهرت بخوره ها؟ وای واقعا که اون بابا شما رو خوب پر میکنه، اما این رایش نیست مسعود خانم، از ما گفتم بود. گیری افتادی ما، اخم و تخمای دختره بس نبود، حالا باباش هم واسه ما قیافه میگیره. ای جانر، این طایفه بد اخلاق زنت جوونی تو به باد داد رفت. مردم شوهراشون رو سرشون میذارن، اون وقت افرای زن ما رو باش. والله به خدا. از ایسکا میای ناره؟ آره آبجی، از ایسکا میام. میخوام برم بازار نزدیک ساحل. آبجی دو قدم بیشتر رو نیستا. باش اشکال نداره، هرچه باشه از خونه حکیم اوغلو اومده بیرون. فامیل به حساب میاد. ممنون. امشب میام دنبالت، بریم با هم یه چیزی بخوریم، بعدش هم ببینیم چی میشه دیگه. باشه. آشغال عوضی، کسافت، مگه من همین دیشب تو خونتون سر میزتون نشسته بودم؟ چی میگی قنچه، منو نخندو. میخندی؟ آره حالا بیشتر میخندی. مگه مرض داری قنچه؟ ایشالله که بمیری. قنچه از اینجا برو، اینقدر رو اعصاب من راه نرو قنچه. بمیری راحت شم. گفتم برو. خانم محترم لطفا بفرمایید. ببینم برام یه دستمال بیاری، یه دستمال بیار. آبجی من آدم های ویلای دکتر اینا رو خوب میشناسم، یعنی این ماشین غریبه سوار نشده، واسه همین گفتم. خونهشون یکم زیادی شلوغ نیست؟ مامانش هست، داداشش و پسرش هست، با کلی خدمتکار. کل خونواده هستن دیگه. آبجی ماشالله تو هم خیلی پر حرفی ها. خواهرزن من منشی شخصی این دکتر است. پدرزنم هم که سال هاست تو ویلا بغلیه باغبونی میکنه. چیزه، من همین بغل پیاده میشم. آبجی تو تازه اومدی اینجا؟ تو آشپزخونه کار میکنی؟ یعنی هر روز میای میری یا مثل پدرزنم اینا همینجا زندگی میکنی؟ نه من... الو. بله مامان جون. آره خوبی مامان جون، مینا هم خوبه، همه خوبه. دستتون درد نکنه مامان جون، بعدم به زنگ میزنم، الان مشتری داره پیاده میشه. آبجی آبجی آب آبجی واسا. عجبا اینا خدمتکارشون هم پولیشون هم پاره بالا میره به خدا. آجانه یادت رفته اگه من نخوام ببینمه تو نامرئی هستی، تو فقط خدمتکار منی، به هم خدمت میکنی و هیچ وقت طرف صحبتم نیستی. باید حد و مرز تو بدونی. تو داری چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ داری صبح تا شب تو این اتاق کسب کاریه اونو تمیز میکنی؟ رویای تو این بود؟ تو کی هستی؟ کجاست اون دختر کوچولی که میگفت وقتی بزرگ شدم گلفام سپاهی میشم؟ میخواستی کسی مثل اون بشی اما خدمتکارش شدی؟ هنوزم اینجاست. اون دختر توی
تو میتونی، باید بتونی. کاری میکنی که این روزا رو فراموش کنی. باید کاری کنی که این روزا رو فراموش کنی. سورپرایز. خوش اومدی. اومدی نتایج چکاپتو بگیری؟ نه، قبلش یه سر رفتم اتاق بغلی. چند تا تست هست که نتایجش آخر هفته میگیرم، اما مثل همیشه توپ توپم. خیلی خوبه، خوشحالم. صحبتای صبحمون ناتموم موند. گلفام چند دقیقه دیگه مریضم میاد، شب بهت سر میزنم حرف میزنیم. گفتم شاید بخوای بدونی گرو راجب حرفایی که شنیده مشکلی نداره. خیالشو درباره دیشب راحت کردم، هیچ مشکلی وجود نداره. امید مریضم الانه که برسه، شب بهت سر میزنم حرف میزنیم. باشه، شب صحبت میکنی. من میتونم. خب مگه چیه؟ منم یه روز مثل گلفام خانوم میشم. چیه مگه؟ معلومه که میشم، اونم منو میبینه. باشه، درسته امروز میزش اینا رو تمیز میکنم، تخت خوابشو مرتب میکنم، باشه. اما خب منم درسشو خوندم، منم یه روزی همچین میزی خواهم داشت، همچین طرحای. خدای من، وای چی کار کردم؟ ادی خدا. وای خدایا، بدبخت شدم، بیچاره شدم. دیگه واقعا